برنامه را باز هم با خبر رسیده دیگری از افغانستان ادامه می دهم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیان می دارد که تعداد تلفات کودکان در نتیجه جنگ مسلحانه در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش یافته است. دکتر سیما سمر رئیس این کمیسیون و یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی برای ارائه این معلومات حضور یافتند. خانم سمر و خبرنگاران بیان داشت که در طول سال جاری 856 کودک یا کشته و یا هم در جنگ مجروح شدند و تاکنون ارقام تلفات ملکی ثبت شده در این کمیسیون در طول سال جاری به 5710 تن میرسد. البته باید یادآوری بکنم که تمام این عددی را که من گفتم تمام ارقام تلفات ملکی را در افغانستان متاسفانه نشان نمیده. بعضی جاها تلفات صورت میگیره، تلفات اطفال و کلانسالا صورت میگیره که گزارشش به کمیسیون نمیرسه یا به نهادهایی که مربوط است این گزارش نمیرسه و این نماینگر از این است که تلفات بیشتر از این است که ما حداقل ثبت داریم. در این زمان در این کنفرانس آقای کوبش اضافه کرد که عمدترین دلیل مرگ و میر کودکان در افغانستان انفجار بمب‌های تبعیه شده در جاده است. بله، دقیقا نهادهای کمک رسان مساعدت های بشری با طالبان در تماس هستند تا رساندن کمک های بشری را توسعه دهند. ما آرزو داریم هر چی زودتر، نه دیرتر بتوانیم تا این کار را سرعت ببخشیم و بالای این هم صحبت نماییم تا تلفات ملکی در مجموع و تلفات اطفال به خصوص در منازعات کمتر شود. یوناما بیان می‌دارد که حکومت افغان، پلیس و اردو جلب و جذب کودکان را کم کردند و در آن بخش اصلاحات را آوردند.